عوامل گوناگونی از جمله استفاده نادرست از منابع آبی باعث شده است که ایران مشکلات جدی بحران آب را تجربه کند حالا هم هرچه چه زمان می‌گذرد نه تنها این بحران حل نمی شود بلکه روز به روز وخیمتر شده و به سمت پرتگاه سقوط در حال حرکت است در 6 سال گذشته دمای هوا در ایران بین هفته هم تا یک و چهار درجه سانتیگراد افزایش یافته از همین رو حدود یک چهارم از آب زاینده رود به دلیل کم شدن بارندگی ها تبخیر و برداشت های بالادستی کاهش یافته است حدود 65 درصد از مساحت کشور را اقلیم های فراخشک و خشک بیابانی در بر گرفته است میزان بارش کمتر از 50 تا 150 میلی در سال است و متوسط درجه حرارت سالانه بسیار زیاد است. مناطق نیمه خشک ایران بین 200 تا 300 میلی متر بارندگی سالانه دارند. در مناطق مدیترانه که 5 درصد کل مساحت کشور را شامل می شود، بارندگی بیشتر از مناطق نیمه خشک است و به حدود 500 میلی در سال نیز می رسد. حجم برداشت آب از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی کشور برابر 98 ممیز یک دهم میلیارد متر مکعب و برداشت از منابع آب سطحی 44 ممیز دو دهم درصد و از آبهای زیرزمینی 53 ممیز نه درصد میلیارد مکعب است. بخش کشاورزی شرب و بهداشت و صنعت و خدمات در مجبور به ترتیب 87 ممیز 9 دهم ده 8 ممیز 4 دهم ده و یک ممیز 8 دهم ده میلیارد متر مکعب آب برداشت می کنند سهم آبهای زیرزمینی شامل چاهها و قنوات در تامین نیازهای مختلف کشور 54 ممیز 9 دهم ده درصد است در شرایط فعلی میانگین سالانه بارندگی ایران به حدود 230 میلیمتر میرسد در حالی که متوسط بارندگی سالانه در دنیا حدود 800 میلیمتر است. متوسط پتانسیل تبخیر در کشور حدود 2000 میلیمتر و شرایط تبخیری دنیا حدود 700 میلیمتر است. ایران، به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در سال 2025 با بحران شدید آب مواجه می شود و در سال 2040 به نهایت حد بحران شدید آب می رسد. میزان برداشت آب از دشت های کشور بیش از حد استاندارد است در حالی که باید حدود 20 تا 40 درصد منابع آبی برداشت شود اما 80 درصد برداشت می شود. سال 1400 سال کم آبی بود و متاسفانه این کم آبی امسال نیست تداوم پیدا کرده است. این در حالی است که یک پنجم سرانه ی آب تجدید پذیر دنیا در ایران است. بر اساس مطالعات رسمی سالانه حدود یک ممیز چهاردهم میلیارد متر مکعب از منابع آب شور و شیرین درون شهری از دست می رود. از سوی دیگر چهل درصد از حدود 9000 کیلومتری خط لوله و آبرسانی در پایتخت عمر بالای 50 سال دارند و به دلیل فرسودگی آب بسیاری را حدر می دهند. طبق آمار حدود سی درصد محصولات کشاورزی که با آب تولید شده بر اثر آفات از بین می روند. به گفته مسئولان مربوطه برای ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و مصارف آب و حفاظت کمی و کیفی و ارتقاء بهرهوری از منابع آب باید تا افق زمانی 1424 میزان مصارف آب سطحی به حد اکثر درصد منابع آب تجدید پذیر و برداشت از آب زیرزمینی 25 درصد کاهش یابد. بر اساس گزارش کمیته ملی سطح های بزرگ ایران در حال حاضر 523 صد بزرگ با ظرفیت 51 ممیز 7 دهم میلیارد متر مکعب در کشور مورد استفاده قرار دارد. شمار زیادی نیز سطح های بزرگ و متوسط در دست ساخت است اما باز هم این تعداد کم بود را به حد صفر نمی رساند. علی اکبری اخبار شیه